بنام علی یکتا و توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوی گرامی، روزتان بخیر و روز خوبی داشته باشین. خواهر گرامی بینده عزیز برنامه بانو، السلام علیکم. بازم وقت نشد برنامه شما از زفرا رسیده، در خدمت هستیم و میتونین امیل لحظه به برنامه زنگم بزنین. شماره تماس ما 86-56. از هر شبکه مخابراتی که در دسترستان است فقط 86-56 دویل بکنین، با برنامه وصل میشین و همچنان پیام های شما که از طریق 456 مواصلت کرده پیام های شما نیز با ما است. برای ما که نمیتونن در جریان برنامه با ما بتماشن، هر آن لحظه که خواسته باشین، نه در جریان برنامه، در جریان برنامه شما به 456 وصل نمیشین. 456 یک باکس هست که آوازتان ریکارد میکنه، بعدا باز فرزانه جان و ما میشنیم. فقط میتونیم به 456 زنگ بزنین، کلید 1-6-3-2 را فشار بدین و پیامتون را بگذارین. بله، و قسمی که دکتر صاحب گفت تا اینکه تماس شما دوستای عزیز می داشته باشیم پیام ها را می خوانیم. پیام از یک برادر عزیز ما که روز هم گفتم که پیام بگذارین، اولین پیام از شما را می خوانم. این برادرک عزیز گفته که ما سخت عاشق شدیم دکتر صاحب، چیزی که گفته ما سخت عاشق شدیم. و یک دختر گفته که از جمله دوستای ما، خویشاوندای ما، از یک تماس خب. بگیریم تماس میگیریم. بله درست. اخبار بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم دکتر صاحب، خوب هستید؟ سلام، خوش آمدید، بفرمایید. ببخشید میخواستم یک مشکل خدا با شما بگم. من پارسال صنف 12 خدا خلاص کردم. خب بله بله مشتم خبر بفرمایید. باز زمین خانواده ایم نمیمانه که من امتحان دادم بی نتیجه مالم. حال هرچی که میگم باند من برم امتحان چی آمادگی کانکور بخوانم یا به اصلا کدام جای پانتون شخصی، اصلا خانواده ایم کار ندارم، مادر پدرم کار ندارم، فقط برادرم بسیار زیاد جنجال میکنم. نه بله، برادرتون شما کدر بزرگ است یا کوچک است؟ بله بزرگ است. شما کدر چی میگن؟ میگه دیگه درس نخواهیم بس است؟ نه من از سرتیش گفتن هم میتونم که من میتونم بتانم بخواهیم برم پانتون یا نرم، اصلا گفتن هم میتونم برس. خب اگر همین جرات به خود بتین و برشون بگین شما کدوم خواسته. خب میخوام که نمیمانه، اخلاق تندی داره، جنگ میکنه همراه. باز پدر مادرتان، حرفای پدر مادرتان نمیشنه؟ نه اونا اصلا نمیتونن، اونا نمیگن دیگه. میگن اونا یک کمی میگن خوب است نری بهتر است. خب تشکر خوهر، من مشکل تانه گرفتم. خداحافظتان. تشکر خدا. 86-56 پل ارتباطی بین ما و شما هست، منتظر تماس های شما دوستا هستیم و پیام را که پیشتر بله. دوباره اثر بخواهم. بله. یک برادرک عزیز ما گفته ما سخت عاشق شدیم و خواستم که موضوع را گفته با دکتر صاحب در میان بگذارم. به یک فامیل از جمله دوستای ما از خارج از کشور گفت که به افغانستان اومد به خاطر عروسی برادرشون که یک دختر اینجا از جمله خویشاوندای ما انتخاب کرده بود، میخواست که عروسی کنه و اینجا آمدن و ما را هم گفته به محفل عروسیشون دعوت کردن. در اونجا گفتم من سخت عاشق چشمای یک دختر شدم که هیچگاه در خواب خیال مو نبود. بسیار گپای شاعرانه گفت دکتر صاحب که بسیار مقبول. من فکر کردم یک طرح نشته کرده و خوب باشه میگذارم و فقط امخه گفت که بعد از امو محفل تصمیم گرفتیم و مادر ما به خواستگاری روان کردم. گفت با وجود کمین که خالیم خبر شد که ما به خواستگاریش رفتیم، مو هم یک بچه جوان داره محصل از یکی از پنزه های شخصی، گفت که او دیگه سخنچینی را شروع کرد و رازنی را شروع کرد و قسم خورده بودی برادر عزیز ما که من هیچگاه به این تصمیم نداشتم که من با او دختر نامزد شوم و مروسی کنم و من خارج برم. اصلا من خارج ای دوست ندارم، زندگی من در افغانستان بسیار خوب است، زندگی فوق‌العاده دارم. و گفت که اونا تو فکر کردن که اقسم یک گپ است و اگر چی گفتم من از نگاه های او دختر درک کردم که او هم مرا دوست داره، با نگاه های خود مرا فهموند. و اما خالیم گفت سخنشینی را شروع کرده و ای دو فامیل مناسباتشان بین هم خراب ساخته. گفت که اگر چی دل از او فامیل بود که ما نامزد شویم، اما گفت که جواب رد میتن و میفهمیم که ما هم سبب شده خالیم. وال هر دو طرف جگرخون هستیم، وقت هم بسیار محدود مانده که اونا دوباره پرواز کنن برن و اگر اونا گفته برن و کار عملی نشه، گفته که من ترک دنیا میکنم. بسیار جگر... پس میرن خارج. خارج و گفته که من خب بسیار گپانش نکرد، فقط من قمرتان میگم که گفت که ما دیگه ترک دنیا میکنم و هیچ طرف دنیا هم نمیبینم. این دیگه نمیبینه نه دیگه. ولی در دنیا خارج باز دینمی گپا رنگ رو باخته. بله بله. و
یک چیزم برتون بگویم که عشقای واقعی باز چهره نمیبینه که چشمای چطور و چطور. خوب امو گپ شماست دکتر صاحب، من وقتی که پیام میشنیدم گپ شما به خاطر اومد که لیلی بسیار بدرنگ بوده، اما بله. به نظر مجنون بسیار مقبول بود. بله. گپای که اینا گفتن من پیش خود دختر تصور کردم و هم یک پری برام معلوم شد، منتها شاید قصه نبوده باشه. شما دید از نظر عاشق دیگه. بله او بسیار مقبول بوده. این حق هیچ کس از یک جوان گرفته نمیتونه که جوان عاشق نشه. بله منتها عشق چیز خوبه هست، ولی مشروط برای که تنها به بدن نباشه که چی. بله. خب هر چیز چهره چیز هست بیوفا. بله. یک روز یک شکل است، یک سال دو سال بعد باز اون شکل نمیمانه. یک روز بدرنگ است، مقبول است، ولی چی خوب است که قلب زیبا داشته قلب. باشه. قلب انسان مهم است و مهم چی است که اونا در یک محیط آزاد هم کلان شدن، در خارج از کشور هستن، من نمیفهم در کشور اروپا هستن، در کجا هستن. بله نگفته بودن. هر جا بله. که هستن. ولی مهم چی است که آیا این عشق یک جانبه است یا دو جانبه؟ فقط میخوای گفته بود من از طرز نگاهش فهمیدم که اون مرا خوش داره. نه نگاه ها یکان وقت کاذب هم میباشه. بله. سراب هم میباشه، حقیقت نمیباشه. بعض اوقات یک کس با استفاده از فرصت که همین قصه یادم اومد که کس قصه کرد، گفت یک بچه از پشت من از یاد گرفته، گفت من در یک عروسی دیدم که وضع اقتصادش بسیار خوب نبود، گفت یک من طرز لباس پوشیدن بسیار غریب معلومه، گفت من بسیار جگرم خون شد به طرفش نگاه کردم، گفت از وقتی که من نگاه کردم گفت هر روز پشت من گرفته کردیم تو مرا دوست داری، در حالی که من از یک حالت که بسیار دلسوزی گفته و من طرفش نگاه کردم که همین جوان چرا متخوار و زار باشه، گفت حالا این شله است. نه نگاه بله بله. بعد اوقات دقیق نمی باشه که انسان خب شاید از نگاه از اینا، ولی مهم چی است در همچو حالاته که بعض اوقات عشق درست است ولی به شکل جنون آمیزش باز درست نیست. درست است شما یک کس را خوش داشتن، حالا خود قرن 21 هستی، ما خودش قرن 10 و 9 و 8 و یخ نیست ماله، در قرن 21 دخترم در خارج از کشور زندگی میکنه، خوشتان آمد برش میگفتین این مسئله. بله. که اونا هم احساس میکردن. حالا یک مشکلی که در عشق در مجموع هست فرزان جان، خصوصا در جوان ها پیرا خاشق نمیشن. بله. بعد سی دیگه اصلا کس عاشق نمیشه. عشق نیست. بله. ولی همین جوان ها که عاشق میشن یگانه چیزی که از اینا کوچ میکنه فقط جرأت است. بله. جرأت. بله. بی جرأت میشن و مثل از او یک بچه که برای ما پیام مونده گفت اگر من از زبانش بشنم که من تو رو دوست ندارم، گفت من بسات میمرم. حتی اینقدر خودخواهی که باید این موضوع هم در ذهن فکر از او نگرده. باید یعنی هر آن چیزی که ما میخواییم اونمو نقطه به نقطه باید عملی شوه. بله. این کار هم ناممکن است. یعنی هر انسان وقتی که شما خدا نمیتو قلب خداوند بر شما داده، نمیتو سیستم عصبی داده، وجود داده، به خداوند بر از اونها هم داده. یعنی حق انتخاب در زندگی مشترک 50% مربوط شماست، 50% مربوط دختر. و این کسایی که گفتین که رازنی کردن گپا در جامعه ما بسیار زیاد است. در جامعه ما هیچ کس نمیخواد که کسی یک جوان دو جوان با هم دیگر برسن. بله. کوشش میکنن به نوعی از آنها به دل همون جوان یک بذر کدورت و دشمنی را بریزه یا او را یک شکل بسازه که در مقابل دو بچه یا دختر یا بچه را بدبین بسازن. همیشه هیچ کس فکر نمیکنه که همین یک دو قلبی که با هم دیگر بله. میخوان باید با هم دیگر برسن. ولی آمدیم سر مسئله اساسی. مسئله اساسی ای است که وقتی که شما احساس کردین که اونا هم شما را دوست داره ولی به این شکل نه. چرا؟ به خاطر از این که شما یک حس ترحم دارین. بعض اوقات ما برای خود دروغ میگیم. یکی قبول بکنین که ما بسیاری وقت برای خود دروغ میگیم. شما یک آن دفعه متوجه باشین که ببینین که چقدر این سیستم های میکانیزم های دفاعی وجود است که خواه از وجود دفاع میکنن. یعنی از افکار دفاع میکنن ولو که افکار منفی باشه، وجود از پیش دفاع میکنه. یک کسی بی اشتباه میکنه، گناه میکنه ولی بازم قبول میکنه.
نمیپذیره که می گناه کرده، مگه نه گناه از نمی بود در وجود خودش میفهمه که گناه کرده، ولی بعدم انمی میکانیزمای دفاعی در وجود فعال میشه و همیشه از خودش دفاع میکنه، نه از افکارش دفاع میکنه دیگه پاش. پس به او خاطر شما بهترین راه رسیدن او است. خب اگر فردا روز اونها هم برن، شما از حال میگه پیش از مردن و کفن پاره کردن کار درست نیست. هنوز حرف به او جاها نرسانیم که خدای ناخواسته گپ به او برسه. اما گره مشت بدندان هنوز باز نکنیم. بله، یک تماس داریم مشنویم. بانوی عزیز. سلام. قسمت شد. تبارم خوب است. بخیر. زنده باشیم. بفرمایید. دکتر شد من یک مشکل امروی شوارم دارم. خب مشنویم. من مادر چهار پسرم، به خاطر که همیشه شوهر ما بسیار با ما خشونت داره، بسیار با خانه سر اولادای بسیار سرکاره و جگرخونی، همیشه اصابش خرابه. نمیتونم که من چی کار کنم، نمیتونم که رزی چی رقم دیگه. من 13 سال مشه زارستیم و یک دوز خوش ما ندیده از شوهره. اگر حساب کسی دیگر رو دوست داشته باشم نداره، من ازش مطمئنم. اما نمیتونم اخلاق چی رقم نه نفهمیدم رقمش. نمی 13 سال شما در رقمش نفهمیدی؟ نه نه. یک انسان مرموز است. بله، یک قدر انسان مرموز است که در 13 سال شما نفهمیدین رقمش. دو تا سبب تو یک چیز مثلا یک رقم خاطر یک روز سکن اخلاق شد در مکان کاری مکان که حساب اسلام به حساب دین اسلام به حساب چیز برابر نیست. یک روز سکن که باز یک خب تشکر خواهر. خب تشکر. من مشکل تا نگفت بیتوارم هستک نمیفهم بیتوارم هستک که مدرش گفت مانو مرچ که بگویم و کار خودم نکنه دیگر. مثلا شما اگه اونا رو بفهمین چی کنه باید؟ بله اونا بگیرین که امیر شما فهمان دین چی رو میفهمانین که اونا چطور خود تغییر بده چی کنه؟ ایسا همه که میگم زندگی اگر مثال بگو که اولاد دارم اولاد دارم، مثال بگو که کار خانه رو زندگ خانه، اگر چی بگوی هر کاری که گفته با من همون کار برای کردم بازم دو روز با یک سه روز با فکر نگه هم خود تلخید خانه همه روش تو کارم از مکتب دستان مانی مثلا از من تا دیگه زیاد در سر سطح های خانه چی دارم ایس نمی فهم که چی کار کنم که مشکل خودش کنی خودی ماست یا که اولادای ماست یا کس کسی دیگه است. نمی فهم همیشه جنگ و دعوا با شما میکنن؟ خب تشکر خوار. مشکل تا نگرفتیم. خدا حافظتان. 86-56 پل ارتباطی بین ما شماست. میتونیم به برنامه زنگ هم بزنین. یک وقفه کوتاه میگیریم. بعد از وقفه بازم خدمت شما حاضر میشیم. بعد از چاشتتان بخیر. بانوی گفتن که صنف 12 ما تمام کردم و در امتحانات به نتیجه ماندم. آل گفته جرات نمی کنم به فامیلم بگویم که من میخوام یک از پنزایای شخصی رو بخونم یا یک کورس آمادگی بگیرم، به خاطر از اینکه برادرم بسیار بدخوی است و مادر و پدرم هم راضی نیستن که من برم. خب یک موضوع هست که دیگون چیزایی که حق قانونی انسان می باشه امی ترس از خود دور بکنه. سعی کنین شما کدام چیز دیگه نمی خواهید. می خواهید درس بخوانید، تحصیل بکنید. این مسئله رو باید برادرتان باید خودش در بکنه. بدخوی در یک خانواده به این معنا نیستون خوی یا بدخوی که دیگه اما حق قانونی یک کس را از خانواده زیر پای بگذاره. ترس راس از خود دور بکنین. درست است در جایی که مثلا شما یک مشکل ایجاد نکنین از ترس برادرتان، مثلا یک چیز از اجازه بگیرین هر کاری که میکنین اون مسئله جداست، ولی درس و تعلیم حق انسان است. تا چه وقت ما در همین فکر باشیم که همین دختر که تا سنف 12 خوان بس کافیست؟ یا ای که سعی کنین پدرتان مخالفت نمیکنه، مادرتان مخالفت نمیکنه، برادرتان برادرتان در اجتماع خودشان هم حتما یکان کارا رو میکنه، چرا که خواهن خواهف است. بله بله. در حالی که یک نفر پاک باشه و پاک بخیزه هیچ بیمی نداره. هر کس ببینین یکی رو پرسان که بگو در این جامعه چی حال است، چیزهایی رو به زبان میاره که خودشون خودش هم قسمت دید هر بله. انسان نظر به اون فرق میکنه. ولی یک چیزه که انسان کوشش بکنه که این تعلیم تحصیل این گپ مهم بسیار اساسی هست. شخصیت انسان با همین گپا تکمیل میشه.
مکمل میشه، انسان بدل میشه. این کسی که بی سواد است، کسی که نیمه سواد داره و کسی که تحصیلات عالی داره، فرق از بین از اینا و این جامعه ما به اشخاص تحصیل کرده ضرورت داره. بازارها دختر در هر جای کار میکنن با شخصیت، با فرهنگ، با کلتور هستن که از طرفشون سعی کردن نمیتونه کار خودم میکنه، مسائل اقتصادی خودم در نظر میگیره، شخصیت بلندم داره، تحصیلات عالی هم داره. آله آله، این خوب است یا که ما همین زنت به کنج خانه بشانیم بنام از این که محیط خراب است، جامعه خراب است؟ باور بکنین که همه چیز انسانه، تربیه عالی یک انسان، تربیه خانوادگی انسان مربوط از او میشه که انسان اگر امید داشته باشه هیچ پرابلمی نیست. پس به او خاطر مادرتان بگوین، پدرتان بگوین که من میخوام که اینی پانتونای شخصی رو بخونم. خب یکی به نتیجه موندین فرق نمیکنه، اما رو بعد بر جوانایی که به نتیجه موندن همین طرز انتخاب درستی یاد نداشتن. بعد کسان نمرات عالی دارن، نمرات بسیار بلند دارن، ولی به نتیجه موندن به خاطر که انتخابشان درست نبوده. انتخاب اولشان او نمبر پوره نکرده، در انتخاب دوم باز اینا باز انتخاب چندم چند این مشکل دینمی هست. پس هیچ فرق نمیکنه، این گپا وقفی هست، هنوز وقت دارین درس بخونین هر قدر که میخواین سعی کنین. ما گفتم ترس انسان داشته باشه، ترس منفی نه، ترس مثبت داشته باشین، فرق نمیکنه برادر کلانتان. خب اصلا امی ترس مهم نیست، امی خود امی ترس جا نداره در زندگی انسان. چرا بترسه از کس؟ انسان با محبت، با صمیمیت رفتار بکنه با مو برادر خود، با خواهر خود، با هر کسی که است. برادرتان برشان بگین که بدرخن من خی چطور کنم. اینمی وقتی که شما میگین که بسیار تنخواهید، شاید انسان بسیار منطقی باشه، شما یک حراز پیدا بود. چرا که در خانواده ها اکثرا به کسایی که خرد میباشن یک ترس عجیب نسبت به کلانا میداشته باشن، به خاطر که اونا مجبور هستن که یکان کارا میکنن، گرچه باعث بسیار مشکلات در اطفال میشه می ترسایی که مبتلا به یکان تو ترسای عادی میگن، بالاخره به ترسای مرضی تبدیل میشه. اینمی را شما از خود دور بکنین، با مو برادرتان منطقی صحبت بکنین، شاید که اون برادرتان قبول بکنه، بگم بیار قن من میخوام اینی کارو بکنم. خب اگر زیاد راز دارین، اول که مادرتان یک جای بگوین، اول که مادرتان صحبت بکنین، بعد با امراه با مادرتان، با برادرتان این مسئله را مطرح بکنین. و بعدم برتان میگم که تحصیل حق قانونی شماست که باید حتما حتما درس بخونین. بله، بابانی که از شوهرشان شکایت داشت، گفت که 4 اولاد دارم و 13 سال از ازدواج میشه. در 13 سال گفت من شوهر من نشناختم، گفت زیاد رویش امرای من خراب است، امرای اولادا روی خراب میکنه. گفت اگه بو این که از او آدمایی است که یعنی دبیرو کده کدام نفر ارتباط دار از او آدمم نیست، اما نمیفهم چرا رویش با ما خراب است. در 13 سال که شما نشناختین، در 5 نخه ما چطور خود شناختیم؟ ولی مهم اساسی است که شما نخواستین که بفهمین مشکل یک انسانه. خب حالا من نمیگم که شما ملامت هستین، پشت از گپ هم نمیگردیم که ملامت کیست و سلامت کیست، ولی عواملش را جستجو بکنین که همی یک مرد چرا تغییر نمیکنه، چرا همیشه آسی است، نافرمان است، سرکش است، چرا همچه هست؟ یعنی میگه پیسش معلوم نیست، در خانه پیسه نمیده، یک بیتمادی چرا هست؟ در حالی که باور بکنین هر مرد، هر کسی که باشه، همیشه به درجه اول قبل از اینکه به خود بیندیشه، به استثناء یک موارد که عقده های شدید داشته باشه، عقده نسبت به خانواده خود داشته باشه و خصوصا خانواده، زن از طرف زن، از طرف اعضای خانواده توهین شون یا یک احساس حقارت اونا در وجودشان باشه، یک احساس بکنن در مجموع حقارت. به استثناء هم چون موارد دیگه همیشه یک پدر همیشه به فکر اولاد خود است، به فکر زن خود است و هیچ وقت نمیتونه که اونا خوش خودشان زندگی بکنه ولی اولادشان گرسنه. این فطرت انسان هم طور است. حیوانات ببینین، حیوان به می شکل است. پرنده ها همی پنگوینگ ها را فرزانه جان دیدیم بله. که بار بکنین یک مستند از این را من تماشا کردم که برای من هانقدر جالب بود که وقتی که تخمه را همو وقتی که نسل گیری میشه، تخمه را که وقتی که در سر پای خود میگیرن، در 4 ماه در یک جای بسیار سرد، در 4 ماه در سر پایشان است. و جالب چی است که در 4 ماه خود همی پدر این نرایش به این شکل میبینه، مادرش میرن دوباره پس به بحر میرن، ولی اینمی تخمه در سر پایشان است و در زیر دلشان گرم میکنه او را. و در 4 ماه یک لقمنان ددانشان است، خودشان در 4 ماه گرسنه هستند ولی لقمنان به پایین نمیبلند. تا وقتی که چوچه ها از تخم خارج میشن دوباره پس همین به دهن از اونا میکنن.
یعنی میگه وقت باشه یک چیز نبیفیم و تفلک هایشان که باشه باید حتما باید نمیده به ددان خود نگاه میکنن. ولی انسان ها اشرف المخلوقات، این کسایی که خداوند به این عظمت انسان خلق کرده، چرا تو یک دفعه به تفاوت میشن؟ چی گپای بوده میتونه؟ یعنی میره انسان کوشش بکنه که در رفتارهای خود یک بار ببینن که چی گپا هست. مثلا شما میگین در 13 سال شما شوهرتان رو نشناختین. چرا نشناختین؟ چرا؟ چی گپ بوده میتونه در نهایت؟ یگان اختلاف که با شما داره عاملش چی است؟ آیا ملامتی تو اندازه مربوط شما هست؟ یا آیا واقعا شما از ته دل شوهرتان دوست داشتین یا خیر؟ باور بکنین که بسیاری از مشکلات ناشی از انمی کم میری و کم محبتی است در خانواده. هر مشکل انمی محبت و صمیمیت و دوستی حل میکنه، ولی متاسفانه که بعض کسها هست که زنها، ما یک روز دیگه هم سر از این مسئله بحث کردیم که رفتارهای به مثل مرد داره. اگر مرد خوشخوی بود زنم خوشخوی است، اگر زن بدخوی بود زنم بدخوی است، اگر مرد جنگره بود زنم جنگره است. اتو نمیشه در هم چوالات زن باید امو زنانگی خود امواره به نمایش بگذاره، به این معنا که همیشه اونمو عطوفت، میر، محبت، صمیمیت، دوستی که ای تماما مربوط یک زن است، اینه میره هیچ وقت فراموش نکنه و همیشه ایره نثار امو شوهر خود بکنه. او شوهر میتونه که یک شوهر آسی و بدخوره نمی چیزا تغییر بده، نه ای که رفتارهای با بالمثل. پس به او خاطر ما تقاضای ما شما ای است که کوشش بکنین که خود تغییر بتین و کوشش بکنین شوهرتان را درک بکنین، امی بیعتمادی را دور بکنین. شاید امی بیعتمادی را شما ایجاد کرده باشین که فکر میکنین که پول خود پت میکنن، شاید که امو که مقدار پول بگیره که امو بر خانوادش هم کفایت نکنه. در نهایت مرد چی میکنه امو پوله؟ خب اینمی وظیفه اساسیش است، اینمی دیگه خود کدام چیز ندارن، اینمی در نهایت تمام چیزش مربوط اون فامیلش میشه. پس به او خاطر شما کوشش بکنین که همیشه با محبت با اونا رفتار بکنین، خود تغییر بتین، کوشش بکنین همواره پرسانش بکنین، یک رفیق بسیار خوب باشن. زن و شوهر باید رفیق باشن، تماما راز خود را یک زن بر شوهر، شوهر بر زن خود بگویه. هر اون چیز، هر مشکلی که داره، هر چیزی که رنج میتش باید برش بگویه. اینی هست که یک زندگی موفقیت آمیز میشه. اونا خود نتونستن، شما کوشش بکنید که همین راه را در پیش بگیرید، مطمئنن که شما در این راه پیروز و سربلند خواهید. بله، و دوستی که در جریان وقفه با ما به تماس شده بودن، اگرچه دکتر صاحب مشوره خوب خود تقدیم شان کردن، فقط دو دقیقه مانده دکتر صاحب دیگه. خواهر که در جریان وقفه برای ما به تماس شدن، وقت برنامه ممکن است، اما قدر گفتم که یک بچه را دوست دارن و بچه میگه که شما بسیار غریب هستین، تا وقتی که اقتصادشان خوب شد کس را خواستگاری آورده نمیتونه. خب یک خواهر که ما مثل این سریال که در تلویزیون طلو به نشر میرسه فریه هست، بله، اینا هم همون تو یک حالت داشتن. ما حرفایی که لازم بود برای خواهر در جریان وقفه گفتم و بازم پیام ما برای زود از خواهرهایی که از خانه خود، از زندگی خود، از اقتصاد خود میشرمن، پیام معمی است که کوشش بکنین که همیشه خودتان باشین. یک انسان محبت میکنه با خود دختر، با خوش خصلتش، با چیزهایی که مربوط خود انسان میشه. مسائل اقتصاد به هیچ عنوان باید در این مسائل مطرح نباشه و یک کسی که اگر بالای اقتصاد یک دختر میشرمه کوشش بکنه که اصلا ای دیگه نام خود از دخترم نگیره. بله. چرا هر چی از همه مهمتر معنویات انسان است که اونمو بسیار ارزش و اعتبار بالای خانواده پسر و بالای خود پسر داره. بله دوستان عزیز، وقت برنامه تان هم قدر بود. ناگزیر هستیم که با شما عزیزا خداحافظی بکنیم دوست عزیز تا تقدیم برنامه بعدی. تمام شما عزیزا رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. علایار و نگهدار همتون. وقت خوش، خدا نگهدار.